مثال ها برای آرایه ها. حالا اینا رو که دیدیم میتونه مثال دیگه ای وجود داشته باشه. حالا بحث کنیم مثلا پوینت، مثلا نمرات بچه ها، نمراتشون چنده؟ دانش مثلا به هده واسه 13، مثلا 15، 12 و نیم، 11، همچه مقادیر. خب اینو بخواب بخونم و چاپش بکنم و مثال زیاد میشه در موردش زد، ولی در حد هم کفایت میکنه. یا میگم فور دالر آی مساوی با صفر و از صفر شروع بشه. دالر آی کوچیکتر از در واقع چی بود؟ کانت یا سایز آف دالر پوینت و در نهایت آی بلاس بلاس. و اینجا هم به این شکل رو مثلا بیم اکویی بزنیم اچفان رو به این شکل بیم بگیم که ببین پوینت شما دالر آیت بیاد میشماره. الان بزنیم به این شکل در واقع میاد اطلاعات رو میشماره به ما نمایش بده. آره میشه شرط گذاشت. آره مثلا شما بیا بگو ایف اگر مثلا دالر پوینت مثلا دالر آی داره دونه دونه میشماره دیگه بالاتر از 12 بود مثلا اکو بزنه اوکی. خب نمراتشون else و اگر نه دیگه زبا زیر 19 است دیگه اکو کنه مثلا اوکی. خب بله شما در واقع کن نبینید به این شکل من باشه توی هیچ میزشت مثلا بیام H1 و اینجا رو میسته اوکی و اینجا رو میسته برامون مثلا H1 و خب دو تا اول در اون نوکه الان بقیه سه تا اوکی و نوکه در واقع شما میتونید بفهمید که کیا پاس شدن و کیا افتادن. حالا در واقع نمرات من ارشدی حساب کردم بالای 12 در واقع نمراتشون پاس شده زیر 12 میافته. اگه بخواستی کارشناسی حساب بکنیم شد 10 که الان در واقع همه اوکی میشدن. مساوی رو هم میتونید به حساب 10 یه پاس بگید. خب به چه تونستیم در واقع اطلاعات رو استفاده بکنیم. بریم سراغ آرایه های اسوشیتیف ببینیم آرایه اسوشیتیف چی هست، بعد آرایه چند بعدی و یه دستور جدید برافوری چی هست بگیم و کم کم بریم سراغ فانکشن ها. از فانکشن ها شروع کنیم استفاده کردن که خیلی مقص مهمی هست. خب بریم که کارمون رو انجام بدیم و قرار پروژه که فاینال میزنیم با فانکشن ها فانکشنال باشه، چون این کاری که ما داریم میکنیم اینا در واقع میگن پروسه یا در واقع رویه یا پروسیجورال بهش میگن. این نحو کدی که ما میزنیم پروسیجورال در واقع باید خط به خط نوشته بشه. فانکشن حالا قضایای هاش فرق کنه. خب بریم یه استپ بالاتر و بریم با آرایه اسوشیتیو آشنا بشیم.